خب درود بر شما. هلو ایوریبادی. امروز تظاهرات توی کانادا ونکوور، حتما من حضور پیدا میکنم و بر علیه لابیای جمهوری اسلامی در کانادا ونکوور و بر علیه طرفدارای جمهوری اسلامی در کانادا ونکوور مبارزه میکنم. من فقط میرم اونجا حمایت میکنم از ایرانیایی که میخوان تظاهرات کنن بر علیه ظلم و ستم، تروریست، دیکتاتور در کشور ایران و اسلام در کشور ایران. من به عنوان یک بادیگارد میرم و هیچکی هم نمیترسم. من میرم از حقم دفاع کنم، حقم که بهم تجاوز کردن 12 سالم بوده تو ایران، از حقم که به خاطر حجاب گرفتن زدنم گشت ارشاد، جمهوری اسلامی، دوران رفسنجانی، دوران خاتمی، احمدی نژاد. هر کسی میتونه از حقش دفاع کنه یه جوری. من حاضرم بجنگم و حقمو بگیرم. خامنه ای که مرده، پسرش مجتبی خامنه ای داره گو اضافه میخوره. این بسیجای کونی و ابنه ای همجنسباز لوادکارم زیادی گو نخورن، نیان به ایرانیا بگم ما آتش به اختیاریم. حروم زاده پوفیوز میام میکنمتون ها. ها بسیجای کونی، بسیجی کونی ابنه ای همجنس با گوه نبینم بخورید. همین رو میکنم تو کون هرچی بسیجیه، همین این قیچی رو میکنم تو کون این بسیجی های مادر جنده. اینه که گوه اضافه میخورم، گوه سعی کنین نخورید. اینه که طرفدار آخوندن، طرفدار جمهوری اسلامی هم تو لایو من گوه زیادی نخورید، کونتون رو پاره میکنم. میدونی که من یه آدمی هم خیلی تجاوز میکنید باز دوباره، بعد از 42 سال باز تجاوز جنسی کردید به یه پسر 16 ساله و تجاوز کردید یه دختر 22 ساله کسکشا به اسم اسلام و قرآن و گشت ارشاد. مادرتونو میگاییم بسی جای کسکش گشت ارشاد حرومزاده پوفیو، مادرتونو میگاییم کسکش. اومدی به اسم اسلام کون ما میذاری، کونتون میذاریم حالا به اسم همون اسلام مادرتون رو میگاییم. کس کشای خارکسته بس اسم همون اسلام مادر میگاییم، به اسم همون اسلام میکنیمتون. مجتبی خامنه ای مادر جنده کجا سلام؟ اون کس کش حرومزاده الان پدر سگ پدرش که مرده کسکش، اون علی خامنه‌ای کسکش که مرده کونی همجنس بازه بزرگ که مرد، این کسکش پسر کونیش داره کون میده تو ایران. اینا رو بندازید بیرون دیگه کسکشای مادر جنده. من نمیدونم این ایرانیایی که تو ارگانهای دولتی هم چجوری تنوز دارن از جمهوری اسلامی دفاع میکنن، با مردم ایران میجنگن. خب یه دفعه بیایید کنار دیگه، با مردم بشید دیگه. ای خدا شیشه رو گاییدم ببین. این قیچیه چسبی شده، دارم چسبای روشو ور میدارم. ای خدا ای تن ناز مهربان کانادا ونکوور، ای مادر این کسکش هایی که پشت خانواده علی خامنه‌ای رو باید گایید. مادر جنده کیون
خلاصه بهتون بگم ما آماده ایم برای جنگ. مخصوصا من نفر اول آمادم برای جنگ. برای جنگ. خایمالای خانواده خامنه ای تو کانادا و آمریکا و اروپا، خوب گوش کنید هرومزادا. خامنه ای کسکشتون که مرده. خانواده خارکسته خامنه ای، خانواده کسکش، خانواده رفسنجانی، کوسه کسکش که مرد، خانواده کسکشش هست. خامنه یه دست چلاق گداگرسته که مرد، خانوادهش هستش. خانواده این لاریجانی ها و این رئیسی کسکش، اون حسن روحانی هرومزاده و اون احمدی نژاد کسکش و اون پوفیوز الدنگ احمد خاتمی و ناطق نوری و کروبی و این محسن رضایی لاشخور و اون بچه کونی قاسم، اسم اون یکی چی بود؟ کسکش اسمش چی بود؟ خدا اون مردی که پوفیوز رئیس کونیا بود چی بود؟ مال نیروی انتظامی قالیباف کسکش و نمیدونم اون واعظی رئیس حفاظت اطلاعات مادر جنده و اینا کسکش ها، هرومزاده ها پدراشون مردن، مادرهاشون هم که معلوم نیست کیان. پدرای این کسکش ها علی خامنه ای معلوم نیست چند تا زن داشته، به چند تا زن تعرض جنسی داشته، چند تا زن صیغه ای داشته. کسکش بچه هاش معلوم نیست کدوم هست که مادرشون رو بگاین. همه بنویسید مرگ بر جمهوری اسلامی، نابودی نزدیکه. افشون عشقش احمدی نژاد بهش برمخوره. افشون عشقش احمدی نژاد دید، اون میخواد خار احمدی نژاد رو بگاهه، چسبیده به اون که مادرش رو بگاهه، اونجوری میتونه مادرش رو بگاهه. افشون مدل جنگیدنش فرق کنه از نظر من، فکر کنم افشون خار اینا رو اینجوری میگاهه، مینداد ازشون به جون هم دیگه، این کارش اینه. فکر نکنم طرفدار جمهوری اسلامی باشه. امروز میریم میجنگیم. امروز برای تظاهرات باید بریم. همین اینجوری درستش کردم، خوبه دیگه، همینه دیگه. این شیپورمه، شیپور مرگ خامنه ای رو میخوام بزنم امروز، شیپور مرگ خامنه ای. خیلی ها از ترس کونشون مرگ خامنه ای رو لو نمیدن. خامنه ای پدر این تخمه حرومه مرده. کسکش ما آماده جنگ با این بسیجی های کونی هستیم، با این خایمالای جمهوری اسلامی تو خارج از کشور، نه که طرفدارشونه. از حقمون باید دفاع کنیم دیگه، مادرشونو بگاییم. من یه ایرانیم، اسلام سرش نمیشه. اسلام ما ایرانی ها، اسلام سرمون نمیشه. اسلام مال ما ایرانی ها نیست. توسط همین اسلام 43 سال کون بچه هامون گذاشتن، کون دخترامون گذاشتن، کون پدرامون گذاشتن، کون مادرامون گذاشتن. فهمیدی یا نه؟ توسط همین اسلام تونستن مادرتون رو بگاهن، خواهرتون رو بگاهن، پسرتون رو بگاهن، پدرتون رو بگاهن و خار ذلیلمون کنن. پس مادر همشون رو با هم باید گایید. فهمیدید یا نه؟ گول این سازمان ها و گروه ها رو نخورید ها؟ اسلام تنها چیز سلاح این حکومت های کسکشه. اسلام تنها سلاحشونه که اگه اسلامشونو بزنیم زمین، خودشون هم زدیم زمین. فهمیدید؟ اسلام تنها سلاح این کسکش های بیناموسه.
تنها سلاحشون اسلامه که باید بخوره زمین. تا وقتی که این سلاح روحی روانی دستشونه ازشون نگیریم، چی؟ مادرت سیغشونه، مادرت کشته میشه، خواهرت به خاطر حجاب و امر معروف و گشت ارشاد و اداره آگاهی و سربازان کونی بسیجی کونی همجنسباز دوز لوادکار، مادرت بهش تجاوز میشه، به خواهرت تجاوز میشه، به برادر کوچیکت هم تجاوز میشه. باید مادرشون گایی تموم شد رفت. باید مادرشون رو گایید. تنها راهش هم همینه، جنگ تا پیروزی، باید باشون بجنگی، مادرشون رو بگایید. تا نزنی مادرشون رو بگایید که فایده نداره. بسیجی رو باید کرد. اگر میخوایی انتقام 43 سال کشورتون رو بگیرید، خواهید تو صدم اسلام، باید آخوند رو گایید، اسلامشون هم گایید. تموم شده رفت. اسلام رو بکنید، جمهوری اسلامی رو انگار کردید. فهمیدید؟ اگر اسلام رو بکنید، انگار جمهوری اسلامی رو گاییدید. شما الان اسیر و گروگان اسلام هستید در کشور ایران. فهمیدید؟ گروگان اسلام هستید. اسلام با من این کار کرد. جمهوری اسلامی توسط اسلام تونست مادر منو بگاهه، تخم منو بکشه. اگه اسلام نبود توی کشور ایران، آیا تخم من کشیده شده بود؟ آیا من الان خواجه بودم؟ آیا به اسم LGBT، به اسم ترنس میتونستن تخم ما رو بکشن کسکشا؟ به ما بگن شما ترنسید، باید زن بشی یا جنسیتتون معلوم باشین کسکشای حروم زاده؟ نه، اگه اسلام تو کشور ما نبود، الان خایای ما سر جاش بود، خایامون به این گندگی بتونستیم زندگی کنیم. حالا اگه میخوای انتقام تخمتونو بگیرید، انتقام تختانتونو بگیرید، کسکونتونو بگیرید، باید بهشون حمله کنید. آره آره دیگه، اگه میخوای انتقام تجاوز جنسی رو بگیری، باید بجنگی. اگه به پسر تجاوز جنسی شده تو مساجد، توی توسط همون کشور ایران جمهوری اسلامی، باید بجنگی. با خاطرش باید بجنگی. از من اینجوری نیست بمونی. من الان چرا اینقدر موام خشکه پدرسک؟ موام خشک شده، باید روغن بزنم. دارم روغن میزنم نرمش کنم. موام خیلی خشک شده. آره ازم، اسلامو اگه بتونید همه با هم نابود کنیم تو کشور ایران، دیگه به زنت، به دخترت، به پسرت تجاوز جنسی نمیشه. نمیشه دیگه به ما تجاوز جنسی نمیشن، تجاوز مالی حسیتی نمیشه. میدونستید اینه؟ اگه میخوای بچه تجاوز جنسی بشه نشه، باید هرچی زودتر اسلامو بندازی بیرون، هرچی زودتر باید به خاطرش بجنگی. دختر تو به خاطر اسلام مرد. حجاب یعنی چی؟ یعنی اسلام. شما اگر اسلام رو هنوز بخواید نگه دارید، دخترهای دیگرتون هم کشته میشن. مثل من. کی تخمامو کشید؟ اسلام تو کشور ایران. به من گفت تکلیف جنسیت چیه؟ تو یه ترنسی. ترنس رو آوردن، تخممونو کشیدن.
آره، اگر دختر به نام مهسا تو ایران کشته شد فقط به خاطر اسلام بود. اسلام، دین اسلام، که جمهوری اسلامی ریشه و تمام سازمانهاش، سپاه، بسیج، حزب الله، امر معروف و نهی عن منکر، گشت ارشاد، منکرات و وزارت اطلاعات اداره آگاهی و زندانهای مختلف و سازمانهایی که خارج از کشور، اینا به اسم اسلام دارن من تو رو بدبخت میکنن. به اسم اسلام، 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 اسلام مادرتو میگیره، پدرتو میگیره، خواهرتو میگیره، برادرتو میگیره، زندگیتو میگیره، کشورت هم گرفت. اسلام تونست کشورتو بگیره. همین اسلام سلاح بزرگ نرم افزاری بود. اسلام سلاح نرم افزاره. اسلام سلاح روحی روانیه. راحت تونست توسط ریلیجن گورنمنت کانتری فاک اپ، کانتری فاک اپ، کانتری ایران فاک اپ. You understand? And you know. Are you understand speak English? And now فاش با فوش دادن فایده نداره. فوش بدیم. با فوش دادن من نمیتونم عوض کنم. من با فوش بدم انرژی منفیش میره تو وجود من. فقط باید بجنگید. شیپور بخرید. شیپور، شیپور چنده؟ شیپور بخرید، هم بزرگش هم کوچیکش. شیپور، تیرکمون، تیرکمون، تیرکمون. یادتونه من 8 سال پیش به شما گفتم تیرکمون بخرید؟ با تیرکمون میتونید چشم بسیجی رو در بیارید، چشم آخوند رو در بیارید، چشم سپاهی و نیروی انتظامی گشت ارشاد رو در بیارید. با تیرکمون فاصله 100 متری بزن چشم در بیار، کاری نداره. دیگه اسلحه نمیخوایی؟ با تیرکمون چشم در بیار، چشم بسیجی، چشم آخوند، چشم سپاهی، چشم حزب الله، چشم رژیم کثیف ایران رو نابود کن، کاری نداره. اگر میخوایی ایران رو آزاد کنی، 1 میلیون نفر تیرکمون، تیرکمون سیمی سنگی یا قلماسنگ، قلماسنگ بزن، کاری نداره. جنگ های قدیمو یادتونه؟ تمام دوربیناشون رو بشکنید. با تیرکمون تمام دوربینای جمهوری اسلامی رو بشکنید، کاری نداره. تمام دوربیناشون رو بشکنید با تیرکمون، کاری نداره. شما این کارا رو میتونید بکنید ولی نمیکنید. اونا به مادرتون تجاوز میکنن، به برادرتون تجاوز میکنن، به خواهرتون تجاوز میکنن. به اسم اسلام، قانون اسلامی، قانون حکومت آخوندی. ولی شما نمیتونید یه تیرکمون هم داشته باشید. یک تیرکمون راحت میتونه دوربینا رو از کار بندازه. شبانه ماسک بزن، لباس بپوش، ماسک بزن، کلا بذار، این کلا بذار رو سرت، ماسک هم بزن، تیرکمون. آه، کاری داشت؟ جنگ نرم افزاری. مادر چشمشون رو بگایید، چشمشون رو بگیرید. همونجور که اونا ایران، چشم ایران رو نابود کردن، تمام مردم ایران رو بدبخت کردن، تمام ایران رو بدبخت کردن، آواره کردن، همه رو پناهنده کردن، شما هم اینا رو پناهنده کنید. آخوندها رو پناهنده کنید. بسیجی کسکشی که میگه من آتش به اختیارم، پناهندهش کنید. حزب الله رو پناهنده کنید. اصلا خود اسلام رو پناهنده کنید. شما میتونید یه کشورهایی که ادعای اسلامی دارن پناهندهشون کنید. چون اینا توسط رالجن پول در میارن. رالجن is money. Is money. Is money. Government is money. Human. Human right. Human right. Human right today. Afternoon Canada Vancouver. Art gallery 4 PM. You are right come. Protects. شما نباید اجازه بدید که اسلام بخواد بچه تو بگیره. الان همین اسلام بچه این خانواده کرد رو گرفت. همین اسلام. شما نباید برید بعد کسی که میمیره نماز نباید بخونی. نماز یه چیز عربیه که مال جمهوری اسلامیه. بچه مرده الله اکبر نگو وقتی میجنگی ماشینش آتیش میزنی یا یکیشون رو نابود میکنی، زخم میکنی، نگو الله اکبر. الله اکبر شعار جمهوری اسلامیه. صلوات شعار جمهوری اسلامیه. هیچ وقت تقلید نکنید، شعار اینا رو تبلیغ نکنید، به مردم یاد ندید. هیچ وقت این شعارها رو تبلیغ نکنید. این شعارهایی که تبلیغ میکنید جمهوری اسلامی قدرتش بیشتر میشه. شما نماز بخونید، فاتحه بدید، مرده پرستی کنید، به نفع جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی میمونه. میگه اینا هنوز
چی؟ افکار منو دارن میپرستن. خب افکار جمهوری اسلامی رو تبلیغ نکنید. مرد پرستی تبلیغ جمهوری اسلامیه، نماز خوندن تبلیغ جمهوری اسلامیه، الله اکبر صلوات بفرست نمیدونم اسم امام حضرت اینو تبلیغ علی خامنه ایه. تبلیغ خانواده علی خامنه ای رو نکنید. کلمات مذهبی دینی عربی وقتی میگی یعنی تبلیغ خانواده جمهوری اسلامی رو کردی، تبلیغ خانواده آخوندار رو کردی، تبلیغ آخوند رو داری میکنی. هیچ ربطی نداره. توی ایران دین و سیاست جدا نیست. هیچ ربطی نداره. اینا همشون با هم هست. این ماکارونی منه، ببینید خدمتون عرض کنم، شما مردم درود به همتون، خانواده های محترم، انسان های محترم، بفرمایید ماکارونی. این ماکارونی رو من دو روز پیش پختم خودم، ولی خب ازش نگه داشتم واسه مثلا بعضی وقتا میخورم. ببینید خانواده های محترم، ببینید انسان های محترم، ببینید انسان هایی که مغزتون آپدیت شده هستش و فهم و شعورتون بالاست. ما تو کره زمین، ما، من، شما، اون، این، همه ما، مشکلمون تو کره زمین اینه که زندانیم. تو یک زندان سبودی هستیم، تو یک زندان تکنولوژی جدید هستیم، تو یک زندان بدبختی بیچارگی دینی هستیم و غیر دینی. ببینید هم دین وجود داره، هم یعنی به وجود آوردن دینو، هم بی دینی رو به وجود آوردن، یعنی شما رو پاسکاری میکنن. شما یکی مخالف دینی میرید این ور، میرید تو این گروه بی دینی. باید دوتاش نخواهی، هم دین رو نخواهی هم بی دینی رو نخواهی. گروه ها رو بندازید بیرون، اینا زرنگ، اینا آپشن هایی هستن که شما رو پاسکاری میکنن. شما اگه سیاسی نباشی با سیاسی باشی بازم یکی، هیچ فرقی نمیکنه. چاله است، همه ما میریم تو اون چاله. چه تو میخوای سیاسی باشی، چه میخوای نباشی، چه میخوای دین داشته باشی، چه نداشته باشی، همه همون توش چاله جامونه. فهمیدید؟
اگه نمیدونید بفهمید، اگه بازم نفهمیدید باز ترجمه کنم براتون. بفهمم. بی زحمت دستور پختشم بگید. میگه بی زحمت دستور پختشم بگید. حالت چطوره؟ هنوز حالت چطوره؟ خوبی؟ کجایی تو نیستی؟ کم پیدایی؟ بلا بلا گرفته. خوب غذا میخوری؟ نوشه جانت بخور. امروز بخور که داره. جمهوری اسلامی ما تظاهرات داریم در کانادا ونکوور. کی؟ کجا؟ امروز ما تو کانادا ونکوور تظاهرات داریم بر علیه خانواده خامنه ای، خانواده رئیسی، خانواده رفسنجانی، خانواده های دیگه رئیس جمهورها و وزیرها و وزرای ایران. گنگ کانادا ونکوور تناز مهربان. بخور مرغ بخور ماشاءالله. مرغ امروز در کانادا ونکوور ما تظاهرات میکنیم فقط به عشق ایرانی های تو ایران، فقط که بتونیم جمهوری اسلامی رو بندازیم بیرون و نابودش کنیم. اختلاسگرا هم توی کشور کانادا باید بدانن که اونا هیچ فرقی با جمهوری اسلامی نمی کنن. بچه ها توی ایران اینترنت خیلی ضعیفه، نمیتونید بیاید بالا. گلم قربونتون، قربون شکلتون، همه بنویسید نابود با جمهوری اسلامی. بچه ها همه بنویسید خدا رو شکر خامنه ای مرد. همه بنویسید، همه بنویسید خدا رو شکر تو خامنه ای مرد. بنویسید